سلام و زهر مار، یه مش فریب خورده ترقه باز برانداز جمع شدید، امنیت نظام رو به خطر انداختید شماها. به خدا دیگه نمیدونم درد دلمو چه جوری بگم. همش با این کبریت بازی ها شروع شد. فکر کنم باید درد دلتون رو به مقام عظمای ولایت بگید. همه ی فتنه ها از همین کبریت بازی ها شروع میشه، بعد تا دود دادن ریش مقام عظما هم میره. این همه اسباب بازی، من نمیدونم این ترقه لعنتی، این صداش چه لذتی داشت که این بلا رو هم سر خودش آورد، هم تا آخر اون برای ما خودش مشکل ساز شد. همشیره زیاد ناراحت نباش، حالا باز یکی دست اینو گچ گرفته، اما مقام عظما رو بگو. با این جسم ناقصش کی میخواد دونه دونه ریشاشو گچ بگیره؟ بدبخت تمام تنش تو فتنه های اخیر تا ول زده، ول زده. سلام. عجب تریپ فتنگری داری پسر. شما ترقه فروشی؟ در اصل جزء عوامل نظام سلطه و استکبار جهانی هم، اما بعضورا در کنارش برای اینکه خرج خونم هم در بیارم ترقه هم میفروشم. مگه تو از بچه های وزارت اطلاعاتی؟ خب حالا یه سوال کردم، چرا عصبانی میشی؟ چون دشمنای نظام همیشه بد اخلاق و عصبانی هم. فقط سربازای گمنام وزارت اطلاعات خوش اخلاقه. حالا تو چی میخوای؟ خب راستش من اولین بارم میخوام اینا بخرم. این که اولین بارته مهم نیست، مهم اینه که نیتت فتنه‌گریه. حالا با ترقه، فشفشه یا شاید هم بمب، بمبی که اگه بترکه دو روز صداش تو گوشت میپیچه. نه چی نه، مطابق این سناریویی که الان به من دادن باید من تو رو فریب بدم. من ید دشمنهای نظامم، تو هم یه ید دیگهش، با هم میشیم عیادی. ببینم نظرت راجع به سکولاریسم چیه؟ ای بابا، همه ترقه فروش ها وقتی را خواهد ترقه بخره آدم سینشین میکنن. اولا سینشین نه و جیمسین، ثانیا سینشین نهیدی. فردا برادرای نیروی انتظامی با ترقه میگیرنت، سینشین که هیچی، فینت هم در میارن. اینطور که پیداست اصلا به ریختت نمیخوره برانداز باشی. به ریخت شما هم نمیخوره. ها چشم بسته قید گفتی؟ معلومه که به ریختم نمیخوره. بابا ما همه بچه های وزارت اطلاعاتیم، داریم این فیلمو درست میکنیم که فتنه‌گرا بترسن. آقا شستشوی مغزی بسته، مثلا تو دیگه اینجای فیلم دیگه فریب خوردی. حالا بگو ببینم چی میخوای؟ همون که گفتین درست داشت میکیه تو گوشان. دن 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 الو کشورهای نوردیک؟ آره من تونستم اونو فریب بدم، اون خودش کار رو تموم میکنه. بدبخت شدم، اگه مامانم بمبا رو ببینه حتما منو لو میده. اینجا چی کار میکنه؟ کی کجا چی کار میکنه؟ من که کاری نکردم. آقا چرا لغمه گرفتی؟ مثلا اینجوری خیلی ترسناکتر شدی؟ اگه تو دستتو میتره که من چه خاکی تو سرم میریختم؟ خاک ملقد امامو میریختی؟ مامان اینقدر جوش نیار، به جون بابا میرم تلویزیون به همکاری با عوامل استکبار اعتراف میکنم. میرم میخوام خودتو بکشتم بدی؟ نه مامان، اگه میخواستم خودمو کشتم بدن میرفتم تو گلدون، اون وقت میگفتم شما دیگه به من آب ندی. آبا چه اینقدر میترسی؟ شما دو هشت سال دفاع مقدس داشتی شده در درست میکردی، بعد حالا از یک ترقه میترسی؟ به پا حالا میترکه با ممن در این سیگنال های فتنه میدی ها، یه با هم دیگه بریم از بالا پشت بون پردش کنیم پایین. خانم سلامتی، بگی که ترقه ها اومد.
برای اطلاع بینندگان، من الان سکته قلبی کردم چون صحنه واضح نیست. اون نفر قبلی اونم سکته قلبی کرد. آخ چشم، آی چشم، آی جان این یکیه، آی چشم، آی چشم، آی چشم، آی چشم، آی چشم، آی دیدید یک ترقه کوچک چند خانواده را داغم کرد. تازه یه سری دیگه شو ما چون فیلماش به دستمون نرسید نتونستیم پخش کنیم. جهت اطلاع آمار تلفات همین اتفاق از آمار تلفات سونامی اخیر هم بیشتر بوده. پس نتیجه اخلاقی این فیلم اینه که همه کسایی که ترقه بازی کردن دشمنان ملت ایران هستند. کمیته اطفاء مقام عظمای ولایت.